با نام خدا و تشکر ویژه از دوستانی که مطالب را دنبال می کنند. در این قسمت تفریق دو عدد فازی مثلثی با ذکر مثال توضیح داده می شه. تفریق دو عدد فازی مثلثی. خب برای این منظور مثالی مطرح می شود. مثال به این فرمه. فرض کنید که دو عدد فازی مثلثی A و B وجود دارد که تابع درجه عضویت آنها به شرح زیر است. فرض کنید دو عدد فازی مثلثی A و B وجود دارد که تابع درجه عضویت آنها به شرح زیر است. عدد فازی مثلثی A که در قالب تابع درجه عضویت مطرح شده به این فرم x منهای 3 روی 2، اگر x من از بزرگتر از 3، x بزرگتر مساوی 3 و کوچکتر مساوی 5 باشد، 8 منهای x روی 3 اگر x از 5 بیشتر و کوچکتر مساوی 8 باشد و 0 سایر نقاط. این تابع درجه عضویت عدد فازی مثلثی A هست. تابع درجه عضویت عدد فازی مثلثی B نیز میوی X نسبت به B مساوی هست. X منهای 1 روی 3 اگر x بزرگتر مساوی 1 و کوچکتر مساوی 4 باشد، 6 منهای x روی 2 اگر x از 4 بیشتر و از 6 کمتر باشد، 0 سایر نقاط. پس به این فرم ملاحظه می فرمایید که عدد فازی A و عدد فازی B هر دو در قالب تابع درجه عضویت داده شده است و الان هدفمون چی هست؟ هدفمون این است که این دو عدد فازی را ببینیم چگونه از هم کم میکنیم. پس هدف محاسبه A منهای B از طریق آلفا برش است. آلفا برش. می دانیم که روش های مختلفی وجود دارد که می توان دو عدد فازی را از هم کم نمود. در اینجا از طریق آلفا برش این کار انجام می شود. خب پس ابتدا لازم هست آلفا برش عدد فازی A به دست بیاد و سپس عدد فازی آلفا برش عدد فازی B. آلفا برش عدد فازی مثلثی A. خب عدد فازی مثلثی A x منهای 3 روی 2 هست. وقتی x بین 3 تا 8، 8 منهای x روی 3 است. وقتی که x از 5 بیشتر و کوچکتر مساوی 8،
پس یک بار x منهای 3 روی 2 بزرگتر مساوی آلفا قرار داده می شود تا آلفا به دست بیاد، از اونجا x به دست بیاد. بار دیگر 8 منهای x روی 3 بزرگتر مساوی آلفا قرار داده می شود تا باز x به دست بیاد. خب پس x منهای 3 روی 2 بزرگتر مساوی آلفا، از اینجا x منهای 3 بزرگتر مساوی 2 آلفا وقتی طرف مستن کردیم، از اونجا خواهیم داشت x بزرگتر مساوی 2 آلفای به علاوه 3. 2 آلفای به علاوه 3 و همچنین یک بار دیگر 8 منهای x روی 3 را بزرگتر مساوی آلفا قرار میدیم تا 8 منهای x بزرگتر مساوی 3 آلفا از طریق طرف مستن کردن به دست آید. از اینجا منهای x بزرگتر مساوی 3 آلفای منهای 8 خواهد بود و برای اینکه x به دست بیاریم بایستی طرفین نامساوی را در یک عدد منفی ضرب بکنیم. اگر طرفین نامساوی در یک عدد منفی ضرب یا تقسیم شود علامت نامساوی عوض خواهد شد، پس x کوچکتر مساوی میشد با منهای 3 آلفا به علاوه 8. طرفین در منفی ضرب شد و علامت نامساوی هم عوض شد. از اینجا الان آلفا برش عدد فازی مثلثی A به دست میاد. کران پایین بازی می شود. 2 آلفای به علاوه 3. کران بالا خواهد بود. منهای 3 آلفا به علاوه 8. این آلفاست. خب منهای 3 آلفا به علاوه 8، پس به این صورت ملاحظه می فرمایید که آلفا برش عدد فازی A به دست اومد. الان آلفا برش عدد فازی B را محاسبه می کنم. آلفا برش عدد فازی مثلثی B، خب آلفا باشه عدد فازی مثلثی B باز طبق رابطه که برای عدد فازی مثلثی B داده شده، یک بار x منهای 1 روی 3 را باید بزرگتر مساوی آلفا قرار بدیم x به دست بیاریم، یک بار ش منهای x روی 2 را بزرگتر مساوی آلفا تا x به دست آید. خب پس یک بار x منهای 1 روی 3 بزرگتر مساوی آلفا قرار داده میشه. خب دقت بفرمایید مجددا همان x منهای 1 روی 3 بزرگتر مساوی آلفا، از اینجا به دست میاد x منهای 1 بزرگتر مساوی 3 آلفا، از اینجا x بزرگتر مساوی 3 آلفا به علاوه 1 میشه. و 6 منهای x روی 2 بزرگتر مساوی آلفا، یعنی این عبارت که اینجا ملاحظه فرمایید 6 منهای x روی 2 بزرگتر مساوی آلفا، از اینجا 6 منهای x
بزرگتر مساوی دو آلفا می شود، پس از طرف وستین کردن. از اینجا منهای ایکس بزرگتر مساوی شی می بریم سمت راست، شد دو آلفا منهای شیش. طرفین در یک عدد منفی ضرب می شود. وقتی طرفین نامساوی در یک عدد منفی ضرب می شود، علامت نامساوی عوض می گردد. خب ایکس کوچکتر مساویه، اولا دو آلفا میشه منفی دو آلفا، خب منهای شیش میشه مثبت شیش. پس به این فرم دقت میفرمایید که x کوچکتر مساوی منهای دو آلفا به علاوه شیش شد. خب الان آلفا برش عدد فازی b مساوی خواهد بود با آلفا برش عدد فازی b مساوی خواهد شد با سه آلفا به علاوه یک و منهای دو آلفا به علاوه شیش. خب حال می خواهیم این دو عدد فازی را از سر کم بکنیم، منتها از طریق آلفا برش می خواهیم این کار انجام بدیم. پس لذا ما بایستی آلفا برش بی را از آلفا برش آ کم کنیم. خب این را کپی کردم تا در این قسمت پیست بکنم، این دوتا را هم آلفا برش بی را داشته باشیم هم آلفا برش آ را در این قسمت یه جا داشته باشیم. الان آ اندس آلفا منهای بی اندس آلفا مساوی میشه. آ اندس آلفا دو آلفا به علاوه سه و منهای سه آلفا به علاوه هشت. خب منهای میشه سه آلفا به علاوه یک و منهای دو آلفا به علاوه شیش. خب به این صورت وقتی اینا رو نوشتیم، الان این دوتا بازه را از هم کم میکنیم. وقتی این دوتا بازه را داریم از هم کم میکنیم، بهتر و راحت تر راه این است که طرف اول بنویسیم. خب وسط بنویسیم به علاوه منفی را دخالت بدیم در داخل اون بازه. خب دقت بفرمایید اگر ما بازی بستی دو سه را داشته باشیم، بخواهیم اینو منفی بکنیم، منفی دخالت بدیم، منفی در خب دو می شود منفی دو، سه می شود منفی سه و جای این عدد ها عوض می شود. یعنی سه که می شه منفی سه میاد در باز در پایین بازه کران پایین و دو میره کران بالا. ما همیشه در بازه از کوچک به بزرگ است. دو و سه خب وقتی منفی می شه منهای سه از منهای دو کمتره، بس اول منهای سه بعد منهای دو. پس وقتی یک بازی داشته باشیم در یک منفی ضرب بشه و در داخل بازه جای علامت ها درسته، هم عدد ها منفی خواهند گرفت هم جاشون عوض خواهد شد، میشه منهای سه منهای دو. حالا بر اساس این خب منفی را وقتی دخالت بدیم، اولا منهای دو آلفا به علاوه شیش در منفی ضرب خواهد شد، میاد پایین کران بازه در اون کران پایین بازه خواهد شد، شد دو آلفا منهای شیش و سه آلفا بلاوی که در کران پایین است میده کران بالا و در منفی ضرب میشه، شد منفی سه آلفا منهای یک. حال در قالب جمع در اومد راحت درایه های متناظر عضوه های متناظر ببخشید عضوه های متناظر را با هم
جمع میکنیم. کران پایین با هم جمع میشه، کران بالا با هم جمع میشه و میشه دو الفا به علاوه 3 به علاوه 2 الفا منهای 6. ببینید قسمت کران پایین بازی اولی با کران پایین بازی دومی جمع میشه و همچنین کران بالا با کران بالا جمع میشه. خب این هم خواهد بود منهای 3 الفا به علاوه 8 منهای 3 الفا منهای 1. الان از اینجا خواهیم داشت دو الفا با این دو الفا میشه 4 الفا، 3 با منهایش میشه منهای 3، پس 4 الفا منهای 3 و منهای 3 الفا با منهای 3 الفا میشه منهای 6 الفا، 8 با این منفی 1 میشه مثبت 7. خب پس دقت میفرمایید که ما به راحتی تونستیم آ اندس آلفا منهای آ اندس آلفا منهای ب اندس آلفا مساوی 4 آلفا منهای 3 و منهای 6 آلفا به علاوه 7 رو به دست بیاریم. حال از روی این عبارت به دست اومده برمیگردیم دوباره عدد فازیمونو می‌نویسیم. اولا می‌دونیم که وقتی که دو عدد فازی مثلثی با هم جمع یا تفریق می‌شوند حاصل یک عدد فازی مثلثی خواهد شد. حاصل یک عدد فازی مثلثی خواهد شد و این مثلث این کشم که روی مثلث راحت تر بتوانم توضیحات لازم را ارائه بدم. حالا مثلثی که ملاحظه می فرمایید خب از طریق 4 آلفا منهای 3 ضابطه که نشان دهنده تابع درجه عضویت این ضلع هست، ضلع سمت چپ به دست خواهد. برای این کار کافی است 4 آلفا منهای 3 مساوی x قرار داده شود. از اینجا 4 آلفا مساوی هست x به علاوه 3 و از اینجا آلفا مساوی می شود x به علاوه 3 روی 4. این الان تابع درجه عضویت ضلع سمت چپ مثلث را به ما می ده. خب حالا ببینیم که بس دیدیم که x به علاوه 3 روی 4 تابع درجه عضویت ضلع سمت چپ است. ببینیم x در چه بازه خواهد بود، x از کجا تا از چه مقدار تا چه مقدار خواهد بود. خب دقت بفرمایید وقتی x مساوی الفا مساوی 0، الفا مساوی 0 در انجام میفته، اون وقت این نقطه رو به ما خواهد داد، یعنی x مساوی این عدد را به ما خواهد. پس کافی است برای این کار ما در 4 آلفا منهای 3 مساوی x به جای آلفا 0 قرار بدیم. به جای آلفا 0 قرار بدیم 4 ضرب در 0 منهای 3 مساوی x، از اینجا x در میاد منهای 3.
پس دقت می‌فرمایید که وقتی آلفا مساوی صفر x می شود منهای 3. پس این نقطه منهای 3 است. پس این نشون میده که کران پایین می شود منهای 3، یعنی x بزرگتر مساوی منهای 3 خواهد بود. حال بخواییم ببینیم کران بالای x چقدره. وقتی که آلفا برابر 1 می شود، آلفا 1 اینجاست، اون وقت آلفا مساوی 1 وقتی قرار داده بشود، x متعلق به این نقطه به دست میاد، x متعلق به این نقطه به دست خواهد اومد. یعنی آلفا مساوی 1 اینجاست، آلفا مساوی اون وقت این مقدار به دست خواهد اومد. یک اینجا ملاحظه فرمودید این مقدار خواهد به دست خواهد اومد. پس آلفا برابر 1 باشد، آلفا را برابر 1 قرار بدیم، این نقطه به دست میاد که کران بالا برای x می شود در نوشتن ضابطه زل سمت چپ. آلفا برابر 1، از اینجا 4 ضرب در 1 در قسمت منهای 3 مساوی x، از اینجا x در میاد چقدر؟ برابر 1 میشه. پس این نقطه هم برابر 1 باشه. پس الان تابع درجه عضویت آی منهای بی زل سمت چپ مثلثش به دست اومد. x به علاوه 3 روی 4 زمانی که x از منهای 3 بزرگتر مساوی منهای 3 است و کوچکتر از 1 است. خب همچنین برای زل بالا، زل سمت راست، زل سمت راست همینه می نویسیم، زل سمت راست با مساوی x قرار دادن منهای 6 آلفا به علاوه 7 به دست می دهد. منهای، خب x مساوی هست 7 منهای 6 آلفا. یه نگاه بکنیم که اشتباه نشود. 7 منهای 6 آلفا یا منهای 6 آلفا به علاوه 7 فرقی نخواهد داشت. چه بنویسیم؟ 7 منهای 6 آلفا. چه بنویسیم؟ منهای 6 آلفا به علاوه 7. الان از اینجا منهای 6 آلفا مساوی خواهد بود 7 منهای x و نه دیگه، خب 6 آلفا رو نگه میدارم در یک طرف میشه منهای 6 آلفا مساوی 7 میبرم اون طرف میشه x منهای 7. از اینجا طرفین در منفی 6 تقسیم میشه، میشه x منهای 7 روی منفی 6. از اونجا هم خواهیم داشت 7 منهای x روی 6. پس x مساویه 7 منهای x روی 6، اینم این آلفا هست، x نیست، اینم شد تابع درجه عضویت زل سمت راست مثلث حاصل شده. زل سمت راست مثلث حاصل شده. باز توجه بکنیم که باید ببینیم که وقتی 7 منهای x روی 6 تابع درجه عضویت این زل را دارد نشان میدهد، خب xش از چند تا چند خواهد بود؟
خب یک بار آلفا مساوی یک قرار بدیم، آلفا مساوی یک این نقطه رو به ما خواهد داد، آلفا مساوی صفر قرار بدیم این نقطه رو به ما خواهد داد. پس یک بار آلفا مساوی یک قرار میدیم، آلفا مساوی یک از این خواهیم داشت x مساوی هست 7 منهای 6 ضرب در 1، از اینجا x در میاد برابر 1، یعنی وقتی آلفا صفر این نقطه را این نقطه به دست میاد، وقتی آلفا یک، آلفا یکه این نقطه بدست، آلفا مساوی یک، ببینید آلفا مساوی یک از اینجا به موازات محور x بریم این نقطه رو قطع میکنیم، پایین بیاریم x مساوی یک. چرا؟ چون برای ضلع سمت راست داریم کران پایین، بالا برای x به دست میاریم، کران پایینش در نقطه یک خواهد بود، کران بالاش در این نقطه خواهد بود که آلفا مساوی صفر قرار دادن به دست خواهد اومد. بس برای یک بارم آلفا را مساوی صفر قرار میدیم تا x مساوی 7 منهای 6 ضرب در صفر، از اینجا x بشه برابر x بشود برابر 7. بس الان به راحتی ما میتونیم تابع درجه عضویت را برای آی منهای بی بنویسیم، شد x به علاوه 3 روی 4 وقتی x از بزرگتر مساوی منهای 3 کوچکتر از 1 است. پس تابع درجه عضویتش به این فرم میشه، تابع درجه عضویت x نسبت به آی منهای بی مساوی میشه و مساوی خواهد بود x به علاوه 3 روی 4، x به علاوه 3 روی 4، x به علاوه 3 روی 4 زمانی که x بزرگتر مساوی منهای 3 و کوچکتر مساوی 1 است، x به علاوه 3 روی 4 زمانی که x بزرگتر مساوی منهای 3 کوچکتر از کوچکتر مساوی 4 هست و 7 منهای x روی 6 زمانی که x از 1 بیشتره، یک بار مساوی قرار خواهیم داد چون در بالا قرار دادیم در اینجا لازم نیست، x بزرگتر از 1 و کوچکتر مساوی 7 0 سایر نقاط. به این صورت دقت می‌فرمایید که آی منهای بی در قالب عدد فازی مثلثی که به صورت تابع درجه عضویتش به دست اومد. خب خیلی متشکر دوستان، اگر ویدیو را پسندیدید لایک را فراموش نفرمایید و اگر قبلا سابسکرایب نفرمودید حتما لطف فرمایید سابسکرایب کنید. متشکر.